امین قادری مادر زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام. زانیار مرادی که امروز 4 سالو به پایان رسان که در سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی در زندان به سر میبره، در وضعیت خیلی وخیمی به سر میبره. 2 ماه پیش براش عمل جراحی انجام دادن. دکترش گفته بود که 2 ماه براش دارو نوشته بود، بعد از 2 ماه باید برگردی، اگر داروها رو مصرف کردی دوباره برات عمل مهره های پشتش که بر اثر شکنجه های ظالمان جمهوری اسلامی شکسته بود برات عمل کنیم. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی هیچ جوابی نداده و نامه هم نوشته بود، جواب نامه هم بهش ندادن که برگرده بیمارستان. در وضعیت خیلی بدی به سر میبره. همون سناریوهایی که براش درست کردن، زانیار و لقمان بیگناه هن. با سناریوهای جمهوری اسلامی و امام جمعه مریوان این دو بچه بیتاوان و به پای چوبه دار بردن. ولی کار اون بچه هانی جمهوری اسلامی، اون کاری که کرده بودن مال خودشون انجام داده بودن. مزدوران جمهوری اسلامی به خاطر این که پدر زانیار یک فعال سیاسی بوده، اون جرم و به پای زانیار و لقمان انداختن. امام جمعه خودش خوب میدونه چه کسی پسران اونو کشته، ولی چون خودش یه مزدور جمهوری اسلامیه، تن به حرفهای مردم و بچه ها نمیده که بچه ها میگن ما بیگناهیم، ولی او هیچ وقت قبول نمیکنه، نمیره بچه ها رو آزاد کنه. کار اون بچه ها نیست، کار خود جمهوری اسلامیه. در روی شکنجه های بیرحمانی ظالمان جمهوری اسلامی اعتراض برزد خودشون کردن. جمهوری اسلامی از هر لحاظی، چه روحانی باشه، چه احمدی نژاد باشه، هر سرانی از جمهوری اسلامی باشه، اونا دشمن کردن. من تقاضا دارم از مجامع بین المللی، از نهادهای حقوق بشر، در فکر این بچه های بیگناه ما باشن، نه فقط زانیار و لقمان، همه زندان های سیاسی بیگناه هن. تقاضا دارم که کوشش خود را برای این زندانیان سیاسی در راه بندازم. با یک چشم نگاه به زندان های سیاسی، چه کرد باشه، چه فارس باشه، چه عرب باشه، با یک چشم نگاهشون میکنم. تقاضا دارم از نهادهای حقوق بشر و بین المللی به فکر بچه هامون باشن، با سناریوهای دستکرد بچه هامون رو از بین نبرن. خواهش میکنم براشون تلاش جدی بکنن. باید نهادهای حقوق بشری گول این روحانی و اینا همشون سرطه یکن، چه احمدی نشاد باشه، چه روحانی باشه، به فکر بچه های ما نیستن یا اینکه اونا رو آزاد کنن. اصلا حتی جنایتاشون زیاده شده، نه اینکه کم شده باشه.